درود بر شما همراهان همیشگی. وبسایت کلمه امروز یادداشتی تازه از میر حسین موسوی، یکی از رهبران جنبش سبز که بیش از یک دهه قبل در خانه محصور شد، منتشر کرد که درباره جانشینی موروثی رهبری در ایران هشدار داده است. بر اساس این گزارش، میر حسین موسوی در مقدمه‌ای که برای نسخه عربی مجموعه بیانیه‌های خود با اشاره به سخنانی از این دست که پس از مرگ رهبری فرزندش رهبری شیعیان را به دست می‌گیرد، این موضوع را با سلسله‌های پادشاهی مقایسه کرده است و نوشته است که مگر سلسله‌های 2500 ساله بازگشتند که فرزندی پس از پدرش به حکومت برسد. چنانچه کلمه به نقل از این به اصطلاح سیاستمدار ایرانی نوشته است، از 13 سال قبل اخبار این توطئه شنیده می‌شود. اشاره گویای موسوی به گزارش‌های غیررسمی است که طی سال‌های گذشته درباره مجتبی خامنه‌ای، فرزند علی خامنه‌ای، رهبر 82 ساله رژیم جمهوری اسلامی منتشر شده است و گفته می‌شود که از او در برخی محافل سیاسی به عنوان جانشین احتمالی پدرش یاد می‌شود. این حسین موسوی در این یادداشت این پرسش را مطرح کرده است که اگر به راستی در پی آن نیستند و نمیخواهند مجتبی خامنه ای را به جای پدر منصوب کنند، چرا یک بار برای همیشه چون نیتی را به صورت عمومی تکذیب نمی کند؟ در دورانی که میر حسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 بود نیز، گزارش هایی از نفوذ مجتبی خامنه ای و حمایت او از انجام تقلب در انتخابات که منجر به انتخاب محمود احمدی نژاد و به دنبال آن گسترش اعتراض‌ها به نتایج این انتخابات بود، صورت گرفت. اما آنچه که جو بریج، تحلیلگر آمریکایی و ستون نویس روزنامه تایمز در این مورد نوشته است، هشداری به مردم ایران است. او میگوید مردم ایران باید آگاه باشند که در دام تله‌های اطلاعاتی امنیتی روس‌ها و چینی‌ها نیفتند. او گفته است که اگر شناخت کافی به سیستم‌های اطلاعاتی بلوک شرق همچون چین و روسیه داشته باشیم، در همه این سیستم‌ها همیشه چند مخالف به ظاهر در حبس خانگی به عنوان اپوزیسیون مطرح می‌شوند، بدون اینکه خواسته واضح و اساسی داشته باشند و اصل فساد را در این رژیم‌ها هدف بگیرند. به نوشته جو بریج، چگونه می شود شخصی مانند میر حسین موسوی در کنترل امنیتی باشد و چون این سخنانی از او به سادگی منتشر شود و از فیلترهای اطلاعاتی امنیتی نگذرد؟ آن هم در زمانی که تمرکز مردم ایران بر مسائل مهمتری همچون فقر و گرانی و آزادی های اجتماعی است. در روزهایی که صدها ایرانی در چندین شهر ایران از جمله اهواز، شوش، تهران، شوشتر، عراق، دزفول و اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواهان براندازی اصل نظام هستند، باید چطور یک باره خبرها منعطف شود و احتمال جانشینی مجتبی خامنه‌ای آن هم از زبان میر حسین موسوی در رسانه‌ها مطرح شود؟ او میگوید که حتی اگر دقت کنید، پس از به اصطلاح حبس خانگی این به اصطلاح رهبران اپوزیسیون، تغییر محسوسی هم در شیوه تصمیم گیری این آقایان به وجود نیامده است. در زمانی که ملت به آنها نیاز داشتند، هیچگاه آنها پیدایشان نشده است. همیشه با یک تأخیر و دیر کرده حساب شده در رسانه ها ظاهر می شوند و بیش از هر چیز درباره آنچه که تاکنون روی داده است سخن می گویند تا آنچه که باید روی دهد. هیچ جهتی به مردم نمی دهند. در سال 88 میلیون ها ایرانی به خیابان ها آمدند و آنها تنها کافی بود که از مردم بخواهند به سمت بیت رهبر رژیم جمهوری اسلامی روانه شوند. اما آنها چه کردند؟ آنها همیشه با چاشنی اندرزهای خمینی و اینکه آنها حفظ نظام اسلامی را بسیار مهم می دانند، مردم را فریب دادند. تنها زمانی که به هنگام واکنش نشان دادند، زمانی بود که ملت ایران شعار جمهوری ایرانی را سر دادند.
و اینجا بود که آنها ناگاه ترسیدند و آنگاه بود که آقایان انگار فنر از جا برخواستند و چپ و راست هشدار دادند که باید از این گونه دیدگاه های به قول آنها افراطی و ساختار شکن پرهیز نمود، چرا که ممکن است جنبش سبز را به انحراف ببرد. عجب! اگر با چشم خرد و به دور از احساسات به رویدادهای سال گذشته ایران و واکنش‌های میر حسین موسوی به آنها بنگریم، جو بریج می‌گوید که می‌توانیم آن را این گونه شناسایی کنیم: واکنش‌های دیر، فردی کم پیدا، فردی کلیگو، پس افتادن از خواسته‌های اساسی و جدی مردم، تکرار و تأکیدهای بی‌مورد بر اندیشه‌های خمینی به اسم حفظ اسلام و انقلاب و از هر فرصتی استفاده کردن برای پافشاری روی اصل کلی حفظ نظام و در صورت لزوم منحرف کردن افکار عمومی وقتی که اعتراض‌ها به اوج خود می‌رسد. سال گذشته بارها گفته می‌شد که موسوی را به زودی از میان خواهند برد. این را در سال‌های پیش از آن هم بسیار تکرار کردند، ولی دیده‌ایم که هیچ اتفاقی نیفتاده است. اکنون می‌دانیم چرا. خودتان را جای علی خامنه‌ای رهبر رژیم جمهوری اسلامی بگذارید. چه روشی بهتر از روش موسوی برای کنترل کردن جنبش ملت ایران می‌توانید پیدا کنید؟ چه کسی بهتر از میر حسین موسوی می‌تواند جنبش میلیونی ملت ایران را که می‌رفت همه چیز را دگرگون کند، گام به گام در عرض چند سال این گونه آرام کرد؟ او میگوید که این روش قطعاً طراحی شده ی اتاقهای فکر بلوک شرق است و اگر دقت کنید قبل از موسوی این نقش را فردی به نام آیت الله منتظری برای نظام بازی می کرد که پس از مرگ او موسوی اکنون جایگزینش شده است. او میگوید که این به این معنا نیست که لزوماً موسوی خودش می داند که بازیچه نظام است، بلکه حتی ممکن است ناآگاهانه جمهوری اسلامی چون این افرادی را کنترل کند. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال، با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.